پرسپولیس خب تمام بازیاشو بدون باخت پیش برد، یه باخت داشت که اونم داخل فولاد اهواز. آره که طوریش پنالتیه تمام کشور منو گذاشتن یه طرف، همه جوره حمله میکردن به من، یعنی انبا و اقسام، یعنی جوری بود که من تا یک هفته از خونه بیرون نمیومدم. برعکس هم همون موقع خب من مادرم رو امسال از دست دادم. بعد زنده باشی مرسی. همون موقع همون شب همون تایم بازی مادرم توی بیمارستان ارتش توی بیمارستان بهزاد بستری بود. بعد جالبه که من وقتی که بازی رو قضاوت میکردم توی اتاقی که مادرم بستری بود یه خانومی هم کنارش بستری بود، اونم به اتفاق پسراش داشته بازی رو نگاه میکرده. بعد خب برادرای من با خواهرزاده های من با برادرزاده هم همه داخل اتاق داشتن اونم بازی رو نگاه میکرد. بعد که اون پنالتی اتفاق افتاد یه دفعه پسرای این خانوم یه دفعه یه اهانتی یه بد و بیرا یه دفعه به نثار داور کردن. خب طبیعیه همه پا تلویزیون کی بهتر از ما. و مادر گفته پسرم تو زمین. آخه نه اون نگفته. خب یه دفعه یه جنجالی توی اون اتاق اتفاق افتاده بود. ای داد بیداد. بعد طرف میگفت آخه من شما مگه اهوازی هستیم؟ من که به کسی اهانت نکردم، من داور رو خطاب دادم دیگه. برادرام بشیم بابا برادرمون داخل زمین تو فعلا برای چی اهانت کردی؟ و خلاصه عجب یه جنجال عجیبی اتفاق افتاد تو بیمارستان. آقای کرمانشاهی میپذیری که اون پنالتی اشتباه بود؟ نه حالا پنالتی اشتباه بود یا درستش، خب یه لحظه است ما باید تصمیم بگیریم دیگه. بعد که اومدم فیلم رو نگاه کردم خودم، اگه نمی گرفتم خب بهتر بود. شاید یه تصمیمی بود که مثلا 40% امکان داشت که پنالتی باشه، 60% نبود. خیلی خوبه جرأت اعتراف به اشتباه که آقا انسان دیگه جایز الخطا است، اشتباه کردم، این بزرگ میکنه آدم رو. آقای رشیدپور این بازی شب 22 بهمن برگزار شد خوب. و قبل از بازی چنان حواشی برای ما ایجاد شد که واقعا تیم داوری اصلا قادر به قضاوت نبود. خب چه حاشیه؟ یعنی من اگر خدمتتون عرض کنم، یعنی من اگر به شخص خودم تصمیم گیرنده بودم هیچ موقع اون بازی رو قضاوت نمی‌کردم همون لحظه. چرا؟ چون مسئول یگان ویژه استادیوم اومد منو کشید کنار، گفت گرم نکن این بازی برگزار نمیشه. گفتم چرا؟ گفتش کشید منو کنار گفتش که توی استادیوم بمبگذاری شده. گفت احتمال میدیم بمبگذاری شده و میخوایم استادیوم بازرسی کنیم، به تماشاگرام اجازه ورود ندادیم. بعد دوباره ما رو کردن توی رختکن، نیم ساعت بعد دوباره اومدیم، دوباره اومدیم گرم کردیم تیم داوری، دوباره استرس داشت، برق استادیوم قطع شده بود، پرسپولیسیا رو توی اتوبوس حبس کرده بودن، یه وضعیت بحرانی اتفاق افتاد. و اگه من خودم به شخصه، یعنی واقعا من از نظر روحی روانی اون بازی رو آماده قضاوت نبودم، یعنی اصلا دوست نداشتم قضاوت بکنم که رفتیم و متاسفانه این اتفاقم داخل زمین افتاد. و پرسپولیسیا هم که الان شکارن دیگه، میگن که منچستر یونایتد یه رکوردی رو شکسته بدون باخت قهرمان شده. میگن اگه اون بازی رو ما میوردیم بدون باخت قهرمان شده. اگه کرمانشاهی نبود هر ارگانی ما میریم ما رو با انگشت اتهامشون میدن. پس الان قرمز پوشیدی که دلا رو به دست بیاری. نه ای شیطون قرمز پوشیدی که بگی من خودم هوای پرسپولیس دارم. بعد کرمانشاهی جان حالا بمبگذاری شده بود واقعا؟ به این نتیجه رسیدن که نیست چنین چیزی. فکر تو کنم که اجازه بازی. تو این قصه رو جایی تا حالا نگفته بودی؟ من نه، من این قصه رو جایی نگفته میگم بودم. منم نشنیده بودم که این روی فضای فضای روانی بازیکن رو داور رو همه رو تحت تاثیر قرار میده طبیعتا. دقیقا. ممنونم دقیقا. که اینقدر صریح اعتراف کردی.